تصویری از ملکه مادر در ذهن من، شما، نسل قبل از ما، نسل بعد از ما، معمولا ملکه مادر به بانوی اطلاق می شود که مدتی ملکه یک کشور بوده، بعد به علت درگذشت همسرش دیگر ملکه مادر می شود اگر فرزندش به سلطنت برسد. نمونه های ملکه مادر در تاریخ ما بسیارند. بعضی ها خیلی مشهورند، بعضی ها مصدر فتنه بودند و حتی دولت ها را به باد دادند. نام ترکان خاتون را وقتی می شنوید چه به یادتان می آید؟ حمله مغول، نواده شجاعی که با مغول ها می جنگید و مادر بزرگی که در فکر عیش و نوش بود. مهدولیا، مادر ناصرالدین شاه، بانویی که عزت و دوله دخترش را به امیر کبیر داد، اما چشمش همیشه به دنبال داماد بود تا زمانی که در فین کاشان رگ او را زدند و آن کس که رگ را زد از حاجبان درگاه او بود. جلوتر می آییم. همسران رضا شاه، ملکه تاج الملوک. آنچه در ذهن ما هست، حداقل ذهن من و نسل من هست، بانوی سال خورده که اغلب توالت غلیظ می کرد و در مجالس مهمانی آنطور که بعدها مرحوم علم برای ما نوشت میزبان اعلی حضرت و خانوادهش بود و اغلب دوستانی را نیز به این مجالس دعوت می کرد. در یک برهه کوتاه از تاریخ، آن زمان که شاه جوان بود و آغاز سلطنتش و آنچنان به دموکراسی اعتقاد داشت که می خواست پادشاه مطلق مشروطه باشد، در آن زمان مداخلات ملکه مادر در امور آشکار است، اما دوران درازی نیست. در بریتانیا کوئین مادر بانوی بود که همه دوستش داشتند، زنی که در دوران جنگ همراه همسرش بر کسانی که در جنگ آسیب دیده بودند، مجروح شده بودند، فرشته رحمت بود. ماند و ماند و سلطنت دخترش را هم دید و تا دیرگاه عمر همچنان با لبخند در قلب مردم جای داشت. یک ملکه مادر دیگر هم داشتیم که چندان خوشنام نبود. وقتی دخترش را به ایران آورد، ملکه نازلی، همسر فؤاد پادشاه مصر، خدیو مصر و مادر فاروق، رفتار او چنان بود که رضا شاه به خشم آمده بود. همه اینها گذشت و گذشت تا بانویی وارد زندگی ما شد که عنوان نه تنها ملکه را داشت بلکه تا نایب السلطنگی رفت. بانویی که برای ما جشن هنر آورد. بانویی که نخستین فرزندش ولیعت را در فقیرترین بیمارستان شهر در جنوب تهران، خیابان مولوی، به دنیا آورد. یک بار برایتان گفتم ما شاگردان مدرسه ایران بودیم، ایران خانم جهانبانی، بانویی از خاندان قاجار. ایران خانم دخترش و منیژه بانو جهانبانی ما را برداشتند و به بیمارستان بردند تا در برابر شاهی که شادمانی در چشمانش برق می‌زد سرود بخوانیم و مقدم ولیعهد را به او و شهبانویش تبریک بگوییم. بانویی که به نقاشی علاقه داشت به گالری‌ها سر می‌زد. بانویی که مهربان بود، اهل فرهنگ و هنر بود. وقتی جایی زلزله می آمد، اشک را در چشمانش می دید. با فرزندانش رابطه انسانی داشت. دیگر ملکه و فرزند نبود، مادر و فرزند بود. تصاویرش را دوست داشتیم. حتی آنها که از حکومت به غضب بودند، نسبت به او بی‌حرمتی نمی کردند. انگار یک جایگاه ویژه‌ای در دلها برای خودش باز کرده بود. سالهای سعادت، شادمانی، سالهای مشاهده کشوری که روز به روز جلوتر می‌رفت، ناگهان با یک حادثه غیر مترقبه به هم ریخت. ناگهان، به قول حاتی خرسندی، جمعه هامان ناگهان یک شنبه شد. شهبانویی که گمان داشت در وطن میماند و فرزندش و
وقتی به سن قانونی رسید و به پادشاهی، او در مقام ملکه مادر یار و یاور او خواهد بود. تمام برنامه‌هایش را، خیریه، هنر، کمک به هنرمندان، کمک به دانشجویان، بورس دادن به دانشجویان ادامه خواهد داد. ناگهان در یک روز سرد زمستانی، در حالی که اشک در چشمانش پر بود اما مثل کوه ایستاده بود و به همسرش که گریان بود دلداری میداد، از پله‌های هواپیما بالا رفت و با وطنی که عاشقانه دوستش داشت بدرود گفت و به ماهی نکشید و که دوران آوارگی شروع شد، نه با عنوان ملکه ایران، ملکه پیشی. آنگاه در غربت از دست دادن همسر بود و بار سنگین مسئولیت فرزندان را بر دوش کشیدند. هر روز به خاک افتادن عزیزی را دیدن و اشک ریختن، هر روز آسیب دیدن همه آنچه ساخته شده بود را مشاهده کردن و غمگین بودن. جالب است ملکه جوانی باشی، همسرت را از دست بدهی، 4 فرزند جوان هم داشته باشی، هر جا می روی پاپاراتسی دنبال توست، دوربین های فیلم برداری، عکاسان، فضول ها، شایع پردازان، هلو، مجلات مختلف، ورایتی، این سو و آن سوی عالم شکارچیان خبر شاهزادگان پرند و همه در حسرت میمانند که حتی یک تصویر از این بانو به چاپ برسانند که لباسش محتشم نباشد یا رفتارش با شأن و جایگاهش در تغایر باشد. خودش فقط نه، فرزندانش هم، دختران جوانی که مثل هر دختر جوان دوست داشتند به پارتی بروند، برقصند، شادی کنند. اما مادر مسئولیتی دوگانه داشت. اینها دختران و پسران ایران زمینند، باید در شأن و جایگاه شاهزادگان ایران زمین زندگی کنند. در غربت دل بسته به مادر بود، سرکار علیه بانو فریده دیبا، او را از دست داد، دختر نازنینش را، پسر دومش را. مگر انسان چقدر طاقت دارد؟ من گاهی فکر میکنم وقتی برادرم رفت مادرم شکست، او هم شکست، مادر بود. اما وقتی دل خود را پای دل مادرانی میگذاشت که بچه هایشان را تکه تکه، سوراخ سوراخ در کفن به آنها تحویل دادن، خود را آرام میکرد. دلش را پای دل مادر ندا میگذاشت، با پروین خانم همدلی میکرد که هنوز برای سهرابش میگرید. دلش را میگذاشت پای دل مادر محسن که حالا پدرش چون از ارادتمندان آغاز، یواشکی باید گریه کند. همه جا با بچه هایش بود. کم کمک عنوان مادر ایران برایش جا افتاد. عجیب است، حتی مسئولان رژیم نسبت به او نمی توانند اهانتی روا دارند و سخنی به ناسواب گویند. فرح دیبا، دختری که پدر را در سنین خردی از دست داد، خاندانی که گهگاهی در عرصه تاریخ مورد مهر قدرتمداران هم نبودند، از یک سو از سادات و نسب از اهل بیت بردن و از سوی دیگر انسان مدرنی که پدرش هم انسان مدرنی در عصر خود بود، دخترک دانشجویی که در پاریس معماری می‌خواند و تقدیر او را بر سر راه پادشاه ایران قرار داد، ازدواجی که خیلی ها بر آن شادی کردند و تولد اولین فرزند که ایران را غرق چراغانی کرد. با این همه جدای از شخصیت ملکه‌ای، او برای خود یک جایگاه ویژه‌ای ساخت که هنوز هم بعد از 36 سال این جایگاه خدشه‌ای وارد نشده است. بر این جایگاه هیچ اثر سویی به چشم نمی‌خورد. برعکس
هر روز او را بیشتر دوست دارند. حالا دیگر فقط نسل من، نسل قبل از من نیست که بعضن مخالفشان هم بوده ایم. حالا جوانهای انقلاب، کسانی که در این سالها به دنیا آمدن، وقتی از او میگویند با عشق میگویند. چندی قبل در جریان سفر ملکه پیشین ایران شهبانو فرح پهلوی به قاهره، فیلم کوتاهی همکاران من تهیه کردند. جمال بزرگزاده خیلی تلاش کرد و این فیلم کوتاه را ما در ایران فردا پخش کردیم. بازتابی که به این فیلم نشان داده شد برای من غیر مترقبه بود. آن روز که تکه‌ای از برنامه من را بریدند و جعلی گذاشتند، خبری را که اشاره به پیوستن شهبانو به 7000 سالگان می‌کرد، من توضیح دادم. خبر با دقت دوباره پخش شد، اما در همان فاصله کوتاه هزاران نفر گریان سوال می‌کردند آیا راست است؟ آمدم واشنگتن در خانه‌اش، می‌گفتم به دوستانم که 37 سال پیش به قول اینها in her wildest dream، در غیر قابل باورترین رویاها هم شهبانوی ایران فکر نمی‌کرد روزگاری در واشنگتن، در یا مریلند، در محله پوتوماک زندگی کند، در کنار نهری که از آن او نیست. او عاشقان دلبسته سفید رود و نهر کرج و زاینده رود خشک شده و کارون یلالوده و کم آب. او دوست داشت کنار خلیج همیشه فارس باشد یا کنار دریای مازندران، زادگاه مادرش، یا تبریز، زادگاه پدرش. به خانه او آمدم و سخن بسیاری با او دارم. من 21 سالم بود.
مجله فردوسی بودم، یه نوع آچار فرانسه، شعر عربی ترجمه میکردم، مقاله مینوشتم، گزارش شهری، نقد نقاشی، خیلی کارهای دیگه هم میکردم. یه روزی افسانه بقایی که مدیر گالری نگار بود کارتی فرستاد که دعوت کرد بریم گالری نگار. معمولا گالری نگار نمایشگاه‌های خیلی خوبی میذاشت و همیشه مجلسش خیلی خوب بود، مراسم افتتاح نقاشی که میرفتیم اونجا. یادم هست یه نقاش عراقی اومد، سمیر صراف، که نمایشگاه گذاشت. 30 سال بعد تو قاهره دیدمش، پیری شده بود با عصا و یاد اون روزها. به هر حال رفتیم اونجا و وارد که شدم افسانه خانم اومد، گفت با اون لهجه فرانسوی ایرانیش، ادیب هویدا هم اونجا بود، گفت میدونی امرو کی میاد اینجا؟ گفتم نه. گفت شهبانو. شهبانو میان اینجا، ما چیکاریم اینجا؟ حالا ما هم دانشجو و جست مخالفت و از این حرفا. بعد شهبانو هم داره میاد، حالا وای فردا ما بعد داریم تو فردوسی بینیسیم، بابای ما رو در میارن تو کانون نویسندگان و این حرفا. خیلی جواد مجابی هم اومد. مجابی که اومد خوشحال شدم، بالاخره یکی از خودمون اومد. اومدیم و بعد از مدتی چند تا اتومبیل ایستادن و شهبانو هم از اتومبیل پیاده شدن، اومدن وسط گالری افسانه درست کرده بود مبل و اینا. شهبانو نشستن و دورشون هم خب گارد و مدیر دفترشون، فکر کنم آقای کریم پاشا بهادری بود، بله، ایشون و چند نفر دیگه ایستاده بودن. ما هم نشستیم روی صندلی و که سوال کنیم. اولیا حضرت اومدن و بعد طرحی رو اونجا خواستن ارائه بدن و همین دلیل هم بود که خبرنگارا رو خواسته بودن. ایشون فرمودن که در میدان شهیاد اونجا میشه یک گالری درست بشه که نقاشای ایرانی تابلوهاشون رو بذارن. پروازایی که ترانزیت در ایران هستن 3 ساعت 4 ساعت، این مسافرا رو بیارن این میدان رو نشونشون بدن، این ساختمون شهیاد توش هم برن این موزه رو ببینن و این تابلوها رو ببینن. حالا فکر کنید 1000 تا توریست بیاد 10 تاشون تابلو بخرن، چقدر کار بزرگی. من خیلی خوشم اومد از این، یعنی پیش خودم فکر میگدم، چون نقاشا رو میشناختم، منصور حسینی تفلک پول نداد، چنگیز شهبق چجوری بود، اینای دیگه هر کدوم یه وضع زیاد مناسبی نداشتن. من یه دفعه برگشتم گفتم که ببخشید خانم، آقای کریم پاشو بهادری از اون بالا گفت علی حضرت، علی حضرت، علی حضرت. یه نگاهی به من کردن، گفتن که شما دانشجویی؟ گفتم بله. نگاه کرد به ایشون گفت چی کارش داری؟ بذار بگی خانوم. حالا چه فرقی میکنه؟ بذار بگی خانوم. اینقدر من خوشم اومد، اصلا همونجا دلشیفته شدم که یک انسانی ملکه مملکت. بعد من خوب نفهمیدم، به ایشون گفتم خانوم، و ایشون با این سعه صدر این ماجرا رو پذیرفت. و داستان ادامه پیدا میکنه. در جشن هنر شیراز دیدن ایشون، اون فضایی که در جشن هنر بود. همیشه شهبانو رو آدم با فرهنگ و با هنر و اینا در تقارن میدید. بعد داستان تاجگذاری، یک بانو در ایران بعد از این همه سال تو تاریخ که توی سر زن زدن تاج بر سر مینهد و نایب السلطنه میشه. زلزله تبس، هیچ وقت یادم نمیره اونجا بودم و چشمانی که پر از اشک شده بود. بعد داستان انقلاب، دیدن شهبانو افسرده، تلاشایی که میکنه، گفتگو با دولت مردانی که اغلب به کاخ راه نداشتن ولی دعوت ایشون رو اجابت میکردن، چون حرمتی که برای ایشون قائل بودن خیلی زیاد بود. وداع با کشور، سالهای غربت اشاره کردم. حالا نشستم تو خونه ایشون و میخوام پنجره روبه خانه پدری رو امروز به دست ایشون باز کنم به سوی ایران. بسیار سپاسگزارم ازت. ممنونم. درود بر شما و درود به همیهنانم در داخل و خارج ایران. شهبانو، میدونید ما یک فیلم کوتاهی از شما پخش کردیم، اشاره کردم در تلویزیون شما قاهره تشریف برده بودید امسال و چه باستابی داشت. یعنی من باورم نمیشد که این همه مردم در داخل کشور تمام برای خودشون راز و رمزگشایی کرده بودن. آقا نگاه کن، پشت سر شعبانوی سپهبد مصریه،
پوستر شهبانو مثلا معاون وزارت دفاع، اینا همه نشون میده که ایشون با چه تشریفاتی اونجا رفتن. بعد سر خاک سادات رفتن که مردم ایران سادات رو خیلی دوست دارن، و خلوت شما با پادشاه فقید در اون مزار. یه چیزی براتون بگم، اینم وسط حالا من حرفامو میزنم که بعد فقط شما متکلم باشید. اولین باری که من سر مزار اعلیحضرت رفتم، آقای واحد پتروسیان، نویسنده ارمنی و ایرانی تبار، به اتفاق خانم لیسترگود که ایشون هم نویسنده بودن و نظر مساعدی هم به رژیم ایران نداشتن، اومده بودن قاهره، اومده بودن اونجا رو ببینن. من وارد که شدم زدم زیر گریه، چون احساس میکردم حداقل خودم نسبت به پادشاه فقید فیر نبودم، خیلی عادلانه برخورد نکردم. گریم گرفت واهه من تکون، تو که ایرزو تو داری گریه میکنی؟ گفتم آره. گفتم نسل ما باید گریه کنه، برای اینکه ما به خاطر یک دستمال قیصریه رو آتش زدیم و باید بابتش توان بدیم و داریم میدیم. اون لحظه که من شما رو دیدم این بار که اونجا ایستاده بودید، به نظرم با همه لحظات فرق داشت. چون وقتی که اخوان المسلمین توی مصر اومدن، چه شایعاتی کردن که مزار رو میشکافن، جنازه رو میبرن و از این حرفا. قاعدتا برای شما هم خیلی تلخ و دردناک بود اون لحظات، ولی این بازگشت برای مردم خیلی معنا و مفهوم داشت. واقعا میخوام خودتون تعریف کنید چه احساسی داشتی، چه جوری شد وقتی وارد قاهره شدید بعد از این 3-4 سال غیبت؟ اول از همه چیز میخواستم بگم که چقدر خود من و فرزندانم، خانوادم و خیلی از ایرانیا واقعا سپاسگزاریم از پرزیدنت سادات و دولت مصر و مردم مصر که با اون شرایط مشکلی که ما درش بودیم، در صورتی که مصر قوی ترین و مهمترین مملکت دنیا نبود، از لحاظ انسانی ما رو پذیرفت و ما اینو هیچ وقت فراموش نمی کنیم که ایشون، البته مردم مصر می گفتن که پادشاه کمک کرده به مصر، به مردم مصر، که درسته، ولی خب یه فردی در اون موقعیت نشون داد به دنیا که فقط تو سیاست یه مقدار انسانیت هم هست، منافع فقط نیست. بله، و این خب ما همیشه متشکرم. اونی از تشییع جنازه که سادات برای اعلیحضرت، به نظر من اگه اعلیحضرت در ایران هم در گذشته بود، کم و بیش همچی چیزی بود با این باشه. ما منتظر نبودیم، خود پرزیدنت سادات خواست که یک تشییع جنازه واقعا رسمی رسمی انجام بده، که خب اون موقع واقعا میلیون ها مردم توی کوچه ها بودن و در مسیر. طبیعتا خب من علاقه زیادی به مصر دارم، به پرزیدنت سادات، به مصری ها، به تاریخ و فرهنگ مصر، و ملت فوق العاده ای هستن مصری ها از لحاظ محبت، از لحاظ واقعا دلبازی و اینها. خانم جیهان هم دوست خوبه شما. بله بله، خیلی خب. این چند سالی که نمیتونستم برم، برای من خیلی مشکل بود و نگرانم بودیم دیگه، برای خانوادم همینطور، برای شاهزاده، برای فرهناز که خیلی علاقمند بود که اونجا بره. بعد که این بعد از این چند سال به ما خبر دادن که میتونیم بریم، که خب برای من باعث خوشبختی زیادی شد. باید بگم که در همان زمانی هم که اخوان مسلمین بودن، هیچ اتفاقی برای مزار نیومد و ایرانیانی بودند که می رفتن برای سال روز از بین رفتن ایشون، یا نوروز، یا سال روز تولد، و خیلی مصری ها می آمدن و عکس می گرفتن و اینا. خب این دفعه برای من خیلی مهم بود، خواستم بدون سرصدا واقعا برم اونجا، که برای من خیلی مهم بود که بعد از این همه سال بتونم برم در مصر، و اون محبتی که همجور که گفتید نشون دادن، مثل که هیچ چیزی عوض نشده بود، و در مزار علیحضرت باشم و با خانم سادات که با من آمدن، و در مزار آقای پرزیدنت سادات. بله، خیلی به نظر من، یعنی علاقه که شما با خاندان سادات، با سادات پیدا کردید، خب شما با خیلی از خانواده‌های سلطنتی از گذشته در ارتباط بودید، و پادشاه فقید ایران فردی بود که به همه شاهان از قدرت رفته کمک میکرد، و این
من یادم داشتم میخوندم خاطرات آقای علم رو، جایی که نوشته سفیرمون در ایتالیا گفت فلان خانه رو برای پادشاه افغانستان پیدا کردیم ولی مبلغش خود گرون، علازه گفتن فوری بدید، یا پادشاه یونان یا بلغارستان بله زوگوی ششم فرزندش و نمونه ها. ولی در زمانی که اون حادثه پیش آمد کمتر رهبری بود که اون همه کرامات و گذشته رو به یاد بیاره. و سادات وقتی آمد به لندن، ایرانی ها رفتن جلو سفارت اجتماع کردن برای قدردانی، و من با ایشون یه مصاحبه کردم که در مجله پست ایران چاپ شد. و در اونجا وقتی سوال کردم گفت من هیچ کاری نکردم، من وفای به عهد کردم و ادای دین کردم. روزی که من محتاج بودم این مرد با تانکرای نفتی اومد به یاری من، اجازه داد هواپیمای روسی برام اسلحه بیاره و پول به من داد و پسرش رو فرستاد برای افتتاح کانال سوئز. من اینا یادم نمیره. و محمد برادر من بود و این خیلی با لحن، حالا جانش هم سادات گذاشت ولی امروز مصری ها همه با عظمت از او یاد میکنن. و یادم میاد در این ارتباط موقعی که ما رفتیم اونجا یه ایده بودن، خب مخالف بودن آمریکا، اون دولت اون موقع آمریکا، و به سادات تلفن کرده بود پرزیدنت کارتر که ایشونو راه نده به ایران به دلیل این که به مصر. ببخشید من هنوز میگم ایران تهران. چیز برای که قرارداد صلح بین عرب و اسرائیل ممکنه لطمه بزنه و اینا. و سادات گفته بود به ایشون که جیمی I want the Shah here and alive. و خب خیلی این مهمه. و من یادم اون موقع ها خیلی خبرنگارای خارجی اومدن مصر که ببینن مردم چی میگن، یه عکس العملای منفی جمع کنن. خب یه ایده در یه منطقه شاید موافق نبودن، ولی همه از سبزی فروش شدن تو بازار خان خلیلی برامون، گفتن نه این برادر ماست و به ما کمک کرده و خیلی خوش آمده در ایران. مصری ها این حالتو دارن، کسی که بهشون محبت بکنه در دوران مهنت فراموش نمیکنن. ولی در خود ما ایرانی ها خیلی کسا بودن که فراموش کردن. میدونید من همیشه میگم تو خودم تلخی نگر نمیدارم، اونم به دلیل اینه که اگه تلخی نگر دارم خودم زجر میکشم، اون طرف که چیزیش نمیشه. ولی باید الان خوب استفاده کنم از این موقعیت، سپاسگزاری کنم از تمام هموطنانی که اینقدر با محبت رفتار کردن تو این سالها با وجود تمام مشکلات. واقعا هر جای دنیا که رفتم یه هموطنی دیدم اکثریت با محبت و مهربانی اومدن پیش من. و از همه مهمتر برای من امروز جوانای ایران هستن که کسایی که بعد از این جریانات دنیا اومدن، خدا میدونه چی شنیدن و چی میشنون. موقعی که به من نامه‌های الکترونیکی با محبت میفرستن، چون توی فیلمی که دیدید من به ایران صحبت کردم، میگن تلفن بزن، من تلفن میزنم، همونها انرژی میگیرم. بله درست. خب این خیلی اثر میذاره در من و محبتشون و ازشون سپاسگزارم. زن و مرد و پیر و جوان که بعضیا مثلا توی این مسابقه برنامه میذارن، مثلا یادشونی که من کردستان رفتم یا بلوچستان رفتم، مادر پدر اینا زنگ میزنن، خیلی اثر داره برای من و ازشون واقعا سپاسگزارم. و همیشه میگم ببینید درسته که یه عده یه جورایی یه کارهایی کردن، ولی روی هم رفته انصاف هست بین ایرانیا. و دونه ای که آدم با عشق و محبت میکاره وقت از بین یک هنرمند خیلی برجسته به من میگفت، من یادم نمیره که من بچه بودم و ما رو انتخاب کردن با خانواده همه اهل موسیقی، اولیا حضرت اومد، من یکی رو از اون تو تشخیص داد چجوری بود، دستی به سر من کشید و ساز منو شنیده بود، گفت تو حتما یه هنرمند بزرگ میشی. و من هنوز یاد اون لحظم، حالا که 50 سال گذشته. و این همی که شما میگید، یعنی من در برخوردی که با این نسل جوان میکنم، این برای من مهمه. و اینجا میخواستم برسم به این نکته که شما دیگه جایگاه ملک مادر و ملک پیشین رو نداری. شما امروز به نظر من یه حالتی پیدا کردین،
شدیم مادر ایران، مادر قصه خور ایران، مادری که تمام غمهایی که اون مادرها دارن شما یه نفره تحمل کردین. تو جوانی بیوه شدید، دو فرزند در دست دادید، فراتر از حتی از دست دادن تاج و تخت وطنتون از دست دادید. و این خیلی مادرها با شما حالت سمپاتی داشته باشن طبیعیه، اما بچه ها، همین نسل جوانی که شما میگید، به نظر من در وجود شما اون مادر رو پیدا کردن. و یه روزی یادم سیمین بانوی بهبانی لندن بود، بهش گفتم سیمین بانو تو مادر ما اینا، گفت نه مادرمون فرحه. و میخوام بگم این حالت تو همه هست و به نظر من مسئولیت شما رو سنگین تر. بله، امیدوارم هم که لایق این اسم باشم دیگه. برصورت میدونین من از صبح تا شب با ایران زندگی میکنم، یعنی جور دیگه نمیتونم. درسته که تلویزیون های خارجی رو خود نگاه میکنم، از این مملکت و مملکت و مملکت ببینم چی میگن، ولی روی رایانه، رایانه است دیگه، درسته؟ بله. یه رادیو رو گوش میدم که به زبان فارسی اخبار میده و موسیقی ایرانی داره، سنتی، رادیو فردا. بله، حالا برای که نگیم اب نداره، چرا بگیم؟ اتفاقا بچه رادیو فردا خوشحال میشن. نه برای که خوبه، چون اونم فرزندای شما، نسل جوونه. نه من میدونی از صبح تا شب اونو گوش میدم، اصلا پا میشم اونو باز میکنم. بعد و خب جالبه برای که میگم هم موسیقی، من به موسیقی خیلی علاقه دارم، هم موسیقی سنتی، هم خارجی، هم ایرانی، هم موسیقی های محلی. و بعد اخبار میده، گزارش ها رو میده، بعد مردم از داخل زنگ میزنن. و برای من خیلی واقعا با ایران زندگی هم، یعنی موقعی که میگن که فلانجا بارون آمد من خوشحال میشم. چقدر شاه فقید به این مسئله حساس بود، خیلی. عجیبه. خب میگه گریهش میگرفت از شادی که میگفت امروز مثلا 5 سانتی متر بارون اومد، 2 سانتی. بله، یعنی در بود، یعنی شما دیده بودید باشون؟ دیده بودم، برای اینکه اولین چیزی که ایشون میخواستن بفهمن در روز کجا چقدر بارون اومده، چون خب احتیاج داشتیم دیگه. بعد اون وقت درباریا یاد گرفته بودن موقعی که بارون همه جا خوب آمده بود، علازت حالش خوب بود و مثلا یه چیزایی میگفتن. شبانو من یه سوالی که دارم، این همیشه برای من سوال بوده. پادشاه در دوران جوانی یک گروهی که مثل مرحوم قزوینی و قاسم غنی و چه رای فرهنگی که تو سیاست هم بودن، یه دوره‌ای با ایشون داشتن، مرحوم ملک و شعرهای بهار اینا، میشستن حافظ میخوندن، سعدی میخوندن اینا، ولی بعد سیاست و اوضاع و تحولات ایشونو دور کرد. در مقابل بانوی ایشون زنی بوده که علاقمند به نقاشی، به هنر، به تئاتر، به سینما، به موسیقی. چجوری کپ میکردین با هم؟ یعنی حالا درست اینا رو هم میگم، بعد یه دفعه میبینم تو تولد ولیعت گوگوش داره میخونه، شاه هم خوشش اومده، اونم داره شادی میکنه. میخوام ببینم چجوری بود روحیه ایشون. نه ایشون خب طبیعتاً اینقدر کارهای زیادی بر دوششون بود، مسئولیت سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، غیره غیره، که الان آدم میبینه واقعاً با تمام مشکلاتی که بود برای ایران ایشون چجوری رهبری میکرد. البته موسیقی ایرانی خیلی دوست داشتن، خوشبختانه آقای پهلوان بعضی وقتا دعوت میکرد گروه‌های موسیقی رو منزل ولایت شمس، یا خود ما دعوت میکردیم از خوانندگانی که مثلا مهمان داشتیم می آمدن، علاقمند بودن. و خود من خب البته بیشتر علاقمند بودم، یعنی وقت اینو بیشتر داشتم که در کدوم هنر علازت بیشتر دوست داشت؟ سینما، تئاتر، باله، موسیقی، چی؟ چی رو که سینما بیشتر؟ سینما رو دوست داشتن، چون اغلب شبا بعد از شام که جایی نمی رفتیم فیلم تماشا می کردیم، ولی فیلم های تاریخی دوست داشتن. فیلم های مثلا زمان جنگ منم اونا رو دوست داشتم، برای که قهرمانی های جنگ رو نشون میداد. و از فیلم های کمدی هم خیلی خوششون میامد و میخندیدن، در صورتی که من خندم نمیمد. غیر از یه کمدین فرانسوی که لوی دو فونس، واقعا بی نظیر. واقعا اولین دفعه که علازت توی این جریانات تبعید نمیتونم بگم خارج از مملکت خندیدن، یکی از این فیلم های لوی دو فونس. یه فیلمی داشت که لوی دو فونس
همسرش یه پدر بزرگی داشت یا دایی داشت تو سیبری یخ زده بود، بعد می بودن زنده می شد. اون وقت این لوی دوفونس با این خانمش عاشق این می شد. اصلا شاهکار بود کاراش. بعد نه علادت میگم به موسیقی به هنر، بیشتر فیلم بود. و ایشون ورزش هم خیلی دوست داشت، به فوتبال مثلا خیلی مهم. من خودم هم به ورزش خیلی اعتقاد دارم، همیشه اینو میگم که اگه امکانات اینو داشتم یا فرصت اینو داشتم، مثل این برنامه های پزشک بدون مرز یا ورزش بدون مرز، برای که الان ببینید خیلی. موقعی که مسابقه فوتبال میلیون ها مردم نگاه میکنن، مردم نمیدونن که مثلا رئیس جمهور آمریکا اسمش چیه، درسته، ولی فوتبال و اینا ماشاءالله خیلی موفق و ما تو این ممالک در حال توسعه که بچه ها هیچی ندارن، تو کوچه با چه میدونم کوچه کوکاکولا فوتبال بازی میکنن و خطر اعتیاد و اینا هست. خیلی امیدوارم، خیلی فکر خوبیه ورزش بدون مرز. بله بله، میتونن تو این ممالک این بچه ها. خب من رفتم تو این بعضی از این ممالک، هیچی نه، بعد از مدرسه تو کوچه ولن و بعد متاسفانه و افرادی میان اینا رو میکشن به اعتیاد و غیره و اینا. نه این ورزش علازت مرتب هر روز یه مقدار ورزش های خودشون میکردن و خیلی دیسیپلینه بودن. من مثل ایشون دیسیپلینه نبودم، ولی ایشون مثلا یه داستانی که تعریف میکنم، مسابقه فوتبال بین ایران و اسرائیل که علازه تو جلسه یا دولت یه جلسه مهم بوده، رادیو ترانزیستوری بعد دستشون بوده و یا میدادن اونجا یه چیزی چون بله اتفاقا اینو گفتین خوشحالم، برای اینکه موقعی که چیز المپیک آسیایی بود 1970 بله. در ایران خب فوتبال ما تیممون از هر چیز دیگه مهمتر بود. علازه خب همجور گوش میدادن اون موقع رادیو ترانزیستوری، بعد اگه یه ملاقاتی داشتن مثلا پیش خدمتی میامد در میزد میگفت قربون دو بر یک. خیلی علاقه بودن. بعد خب تنیس هم بازی میکردن، اسکی رو آب و اسکی رو برف. خود منم علاقه بودم، علاقمند بودم، چون ورزش بس بگم من خیلی نگرداشت تو مسلم زمان مشکل. خب شاهزاده رضا که خب بله ورزش کرد. ولی از شما این جشن هنر رو که آدم به یاد میاره خیلی جالب بود. من توی این فستیوال جنادریه که رفته بودم، امیر متعب پسر پادشاه فقید سعودی ملک عبدالله، یه شبی که ما مهمانش بودیم صحبت میکرد، گفت من این ایده جنادریه رو مرحوم توبیجری رئیس دفتر پدرم اینو ما از شما گرفتیم، از جشن هنر، چون یه سال اومدیم و اعلیحضرت به ما گفت برید شیراز جشن هنر، رفتیم و همم یادشون شجریان بود و گفت آره چه آوازی خوند اونجا کنار حافظ، و ما اینو گرفتیم که ما هم میتونیم یه فستیوالی که فرهنگ و هنر خودمون و دیگرانو با هم میکس کنیم. خیلی کار بزرگی بود. حالا ایراد میگیرن گروتوسکی توش فلان کرد یا نه، ولی به شکل عام به نظر من اون دو سه هفته یه چیز حادثه تاریخی بود. یعنی اگه الان تکرار میشد ادامه پیدا کرد و بیگمان شیراز بزرگترین فستیوال هنر جهان. خب همینطوری که میگیم در این جریانات یه ایراداتی گرفتن و اینا، ولی امروز بیشتر و بیشتر جشن هنر معلوم میشه و خیلی مدارک رو دارن جمع میکنن افراد از فیلم هست. و میدونی مهم این بود که ما همیشه فکر میکردیم که ایران یه مرزی بین شرق و غرب و شناسوندن هنر خودمون به غرب دنیا و شرق، برای که فقط ما نبودیم، مثلا هندوستان، چون مالزی، ویتنام، چین، فلان، این قوالان پاکستانی اصلا اونجا اومدن، اصلا فوق‌العاده. و اون وقت خودمونم کارهای سنتی و کسایی که میرفتن مطالعه میکردن راجع به موسیقی ها یا تئاترهایی که یه جایی که آدم نمیدونست که اصلا پرویز سیاد این تعزیه رو آورد اونجا، خیلی برامون جالب بود. خب یه خوده ما نگران بودیم بله بله خیلی جالب چی میشه مثلا تعزیه توی جشن هنر بیا آمد و هیچ خبری هم نشد. و از همه جالبتر موقع که این آقایون آمدن تعزیه رو آوردن فرانسه بله. و تلفن کردن از فاروق قفاری بپرسن که چوبا چجوری کردین. الان بیشتر و بیشتر ببینین سال فرنگی 66 اون موقع ها شروع شد دیگه، یه کسای منطقه ما هیچ کی اصلا دنبال این حرفا نمون، برنامه های فوق میگم الان بیشتر و بیشتر دارن راجبش می نویسن و صحبت میکنن و خب
برنامه های بزرگترین خوانندگان و نوازندگان ما بودن تو اون آرامگاه حافظ باشم، اصلا یه دنیایی بود، یه دنیایی بود. الان یه خلبانی هست که متاسفانه بیمار شده، از خلبانهای درجه یک ایرانی که یه تصادفی داشت که متاسفانه فلج شده ولی صحبت میکنه، گفت اون موقع من میامدم تو پیاده رو اونور میشستیم، شما که تو حافظی بودی از اونجا من میونم با شما خوب شد، میونم نه ولی علاقمند شدم. نه الان بیشتر ببینین، خب خیلی چیزا گفتن و میگن ولی کم کم خیلی چیزا برای مردم ببینید میشن. برای من باز برگردم به اون زمان، چون میخوام حداقل تو این قسمت ما راجع به اینا صحبت کنیم، راجع به پلاس ها، راجع به چیزهای مثبت. حالا همه راجع به چیزهای منفی گفتن، نه من میخوام این نکات نسل جوان ما بدونه. یکی از ایرادایی که به رژیم پادشاهی گرفته شد که چه تبلیغی هم راجع بهش شد، جشنای 2500 ساله. من الان میشینم فرزندان من این فیلم ها رو میبینن، میگه بابا علی جون چقدر عظمت داشت، چقدر. حالا حساب بکنید که اون بودجه‌ای که انقدر سرش تبلیغ کردن به اندازه یک صدم بودجه نیست که اینا سالیانه برای اعزام روزخون و اینا به کشورهای مختلف جهان دارن خرج میکنن و مراسمی که میگیرن، برنامه سال روز مرگ خمینی غیره غیره. اما اون برنامه 70-80 نفر سران جهان پاشتن اومدن تو ایران و 40-50 تا نمایندگان بالا بلند جهان، کدوم مراسمی میتونست ایران رو به این قشنگی بشناسونه و اینطور ایران عظمت پیدا کنه؟ یعنی فکر کنید امنیت این عده رو برقرار کردن. الان یه کنفرانس سران میخوان مثلا سران عرب بگیرن، 15 تا 20 تاشون میرن، چه چیز امنیت. ولی تو ایران آب از آب تکون نخورد. به اون زیبایی یادم نمیره اون چادرهایی که سران کشورها توش بودن و خیلی مراسم جا. و خب اینا رو مردم به مرور میفهمن کسی که اومد. حالا برگردیم قبل از این به فستیوال، به جشن هنر شیراز، دانشجو می اومدن با قیمت های خیلی کم، یادم بله. حتی من چقدر و ما توی ماه پیش از مهر گذاشته بودیم تو شیراز، انتخاب کرده بودیم به دلیل شیراز و مرکزی که هست، و تو خوابگاه های دانشجو میموندن و مصاحبه هایی که با همین هنرمندان میکردن و جایی که برای خاطر جشن هنر شیراز، خب من میرفتم میدیدم و یه جایی رو مرمت میکردیم، یه جایی رو میخواستیم که چقدر هتل درست شد همین. چقدر بعد اون وقت یادم یکی از این اتفاقا فکر میکنم گروتوفسکی بود، یکی از این آقایونی که خیلی مخالف بود و هنوزم هست و الان تو آمریکا هست، گفته بود ما بعد از برنامه ها هنرمندا با مردم صحبت میکنن، روزنامه نویسا غیر سوال جمع، گفته بود ما اینجا آزادی نداریم. و گروتوفسکی بهش گفت اگه راست میگفتی الان تو کوه بودی با یه کالاشنیکوف میشید، نه اینجا جلوی من. که خیلی خوب جواب داد. بیایم به جشن های 2500 ساله، راجع به اونم خیلی دیگه مبالغه شد. بعد فرهنگی ها بیشتر میدونی یادمه بله. دیگه چی کاره که نکردن، میگم یه چیزایی شد ولی تاریخ مملکت شناسونده شد به دنیا. کی میگفت ایران با این عظمت رو همین با... بعد اومد یادم توی یکی از این برنامه‌های تلویزیون فرانسه میگفت چون ایران نفت داشت، مگه مملکت که دیگه نفت ندارن اینجوری همه میرن اونجا. نه. بعد اومد قیمت‌ها رو عجیب غریب کردن که اونجوری نبود. بعد اومد این مطالعه چندین ساله لباس ها نمیدونم اون وقت اولی از بابت اون چقدر مدرسه افتتاح شد، مدرسه مدرسه شهرهای آباد شد، مناطق همون مرودش چه تحولاتی توش داشت. بعد اون وقت ممالک مختلف دنیا گروه هایی درست کرده بودن زیر نظر یا خانم رئیس جمهور یا نمیدونم وزیر بله. فلان که کنسرت بذارن، نمیدونم نمایشگاه بذارن. اصلا ایران خود شما من دانشجو بودم تشریف بردید لندن، اون نمایشگاه بزرگ هنر ایرانی و اسلامی خیلی جالب بود تو لندن. خب بله. الان بیشتر و بیشتر مردم میفهمن که مردم بدونن اصلا ایران چی بود و چی نیست. و بعد اون وقت مثلا خب شنیدین که استوانه کوروش آوردن توی آمریکا نمایش گذاشتن در شهرهای بزرگ، به خصوص الان خیلی مهمه برای که اینقدر این عکس‌ها رو تو تلویزیون مردم دیدن که متاسفانه اون اوایل کسی جرئت نمی‌کرد بگه من ایرانی‌ام،
گفتن we are Persian. من بله، خب بله. تو آمریکا به خصوص نمیتونستم چیز کنم. ولی نه، به خصوص که امروز میبینید که ایرانی‌ها برای نوروز میرن پیش مقبره کوروش دارن جشن میگیرن. واقعا چیز بزرگیه. ولی ازت یه سوال عجیب غریب، چه آرزوی شما داشتید که دلتون میخواست انجام بدین نتونستید، فرصتشو پیدا نکردید، اگه بودید میکردید؟ نه ببینید، یه چند تا پروژه بود که تو سر من بود که نشد، ولی باید واقعا بگم که با پشتیبانی علازد و کمک ایشون و دولت و واقعا از ایشون من سپاسگزارم. البته خودم هم علاقمند بودم. اولین دفعه که علازد از من خواستم که گفتن آیا زن من میشی، بعد گفتن که تو به عنوان ملکه مسئولیت خواهی داشت در برابر مردم، که من خب چون بچه پیشاهنگ و ورزشکار و تو خانوادم فکر نمی کردم که در این حد باشی من. ولی خب با کمک هزاران نفر مرد و زن ایرانی که به من آمدن گفتن این گرفتاری هست، اون گرفتاری هست، این هست، این هست، با تمام این سازمان هایی که درست شد و کمکی که شد، خیلی کارا شد. واقعا البته آرزوی من بود که این مملکت ما بهتر و بهتر و روز به، ولی کارهای خودم فکر میکنم خیلی کارا شد و من سپاسگزارم از هر تمام کسایی که کمک کردن برای اینکه این کار بشه. البته چند تا پروژه های مثلا اونا اونقدر دلم میخواست که مثلا موزه هایی که ساخته میشد همش تهران نباشه، چیزایی که مال شیراز، یعنی موزه قرار بود شیراز ساخته بشه که نقشش هم یه معمار خیلی بزرگ فنلاندی الوار آلتو کشیده بود که خب اون نشد. امیدوار بودم اون ارک کریم خانی یه نمایشگاهی باشه برای صنایع دستی که خودم خیلی علاقمند بودم، یه همچی چیزایی فکر نه. خب ریاضت این موزه فرش در واقع این این کاری که شما کردید و این به نظر من کار خیلی بزرگ بود. بله ببینید تو ایران مردم موقعی که میگی ایران فرش رو میشناسن و گربه ایرانی. بعد ما موزه فرش، البته موزه ایران باستان داشتیم. بعد ما اون زمینی که جلالیه بود و رژه نظامی، بعد که دیگه اونا رفتن میخواستن اونجا خانه سازی کنن، من یادم نامه نوشتم به حضرت که خواهش میکنم اینجا پارک کنین و یه چیزای عمومی، که موزه فرش رو اونجا ساختن که مهندس عزیز فرما فرمایید. خیلی قشنگ. بعد و مدت ها در دفترم خب افرادی بودن که میرفتن ببینن فرش کجا هست چی نیست، یه مقدار از خارج گرفتیم و موزه هنرهای معاصر و یه برنامه هایی هم داشتیم برای مراکزی برای کانون پرورش فکر. شما وقتی میشنوید که تابلوهایی که حالا شما با چه شکلی خریدید و از چه اوکشنای یا جاهای خریدید، مثلا آقای محسن رفیق دوست ور میدارم برای تو سوئیس حراج میکنه، حالا چه حالی به شما دست میده؟ تا اونجایی که من میدونم غیر از یه تابلو که تعویض کردن که برگه وایسنگوری گرفتم مال شاهنامه. بله. بله حالا من اینو میگم، البته وایسنگوری نه شاهنامه، شاه تماس. تماس بله. اون از همه مهمتر بود. سال 1970 اون آقایی که هوتون اسمشون گفتن هوتون شاهنامه، خواست اینو به ما 20 میلیون دلار بفروشه. خب امکانش نبود. فکر کنید اون موقع بنده 20 میلیون دلار میدادم برای شاهنامه، چی بساطی بشه. خلاصه بعد اون آقا چاپ کرد شاهنامه رو تو جلد، بعد برگ برگش رو به متروپولیتن میوزیم داد و چند تاش هم گذاشت تو حراج. اونی که مونده بود من از یک کسی که این کار از پرسیدم قیمتش 6 میلیون دلار بود. خب جمهوری اسلامی اگه اینقدر علاقمند بود نمیتونه 6 میلیون بده. با اون تعویضی که کردن، حالا اون وسط چه کسایی استفاده کردن، 11 میلیون دلار اون تابلو رو فروختن به دیوید گفن. اسم میبرم چون تو صفحه اول نیویورک تایمز بود. و آقای دیوید گفن این تابلو رو 100 خورده میلیون دلار به یک کسی تو مینسوتا فروخت. غیر از اون چیز دیگه نشد. من البته خیلی نگران بودم که اینا رو چیکار کنم، ولی خوشبختانه بعد از آقای کامران دیبا که رفت، آقای مهندس کوثر ریاست اونجا رو گرفت تو این شلوغی‌ها، بعد همه رو خوب نگهداری کرد، لیستش بود. درست که اول همه رو بردن زیر زمین، بعضی ها رو خراب کردن، مثلا تابلوی منو که اندی وارهول کشیده چاقو زدن یا یه کار از محسس و شکستن و اینا، ولی اونجا هست خوشبختانه تا اونجایی که من خبر دارم. بعد یه کسی از این رؤسای موزه ها چند سال پیش، خوشبختم که یه کاتالوگی از این یه مقدار از این نقاشی رو گذاشت و چاپ کرد که خب خوبه، مردم
دیدن. مثلا یه دختر نقاشی از ایران به من ایمیل زد موقعی که من رفتم جلوی تابلوی رادکو، عشق از چشمونم آمد. خب مردم الان میدونن و اون وقت قیمت ها عجیب غریب، قیمت هایی که اون موقع ما خریدیم سالای درست اون موقعی بود که 72 3 4 که قیمت نفت رفت بالا که مقدار گرفتاریمونم از اون شروع شد. من به علاوه تو با آقای حویدا گفتم که الان خب این همه پول از همه نباست خرش، الان موقعشه که بخریم تابلو، تابلو خریدیم و چیز خریدیم و دیگه قالی و اشیای ایرانی برای موزه آبگینه که متاسفانه به افتتاح من نرسید، موزه رضا عباسی، موزه فلک الافلاق، آره تو خرم آباد. خلاصه اینا رو موقع خریدیم و یه قیمت های عجیب، چون یه کسایی که الان راجع به این چیزا می نویسن مثلا میان به من میگن رفتن تو گالری ها دیدن اینو اون موقع ما سیما اینقدر خریدیم، الان چه قیمت های این سرمایه ملیه. یعنی این هم که همین تابلو رو می فرمایید، آقای حسن حبیبی اومدن در سوئیس معامله کردن، حالا داستان های حبیبیشون دستش از دنیا کوتاست نمیدونیم، ولی تابلویی که 100 میلیون دلار فروش میده و اونجوری و از این حیف و میلا زیاد شد. خب بله متاسفانه من موقعی که این تعویض رو کردن خب نگران بودم دیگه، تلفن کردم به موزه هنرهای معاصر، اصلا یادم نبود که جمعه است. بعد خانم آقای گفت خانم جمعه، بعد فرداش تلفن کردم گفتم من یه دانشجو هنری هستم خیلی علاقمند هستم به این موزه و میخواستم اگه با یکی مسئول صحبت کنم. بعد یکی آمد و گفتم ببینید این یه سرمایه نه تنها فرهنگی، یه سرمایه ملیه، تعویض نکنید و اینا. گفت خانم مجبورم میکنم. اینم از این. ولی خب الان خوشبختی اینه که میگم با وجود تمام فشارها و خفقان و سانسور اینقدر هنرمندان ایران تو همه رشته ها. خودی ازت یه سوال باز خصوصی دارم ازت. شما وقتی داشتید از ایران میومدید تقریبا امیدی به بازگشت نداشتید، نمیدونم حالا اینجور من حس میکنم، چطور شما حتی چیزای شخصی خودتون نیاوردید؟ ببینید اولا که ناامید نبودم موقعی که آمدم بیرون. البته ببینید اون چیزایی که من داشتم مثلا جواهراتتون، چیزای شخصی، ارز، بانو، یه مقدار جواهرات دادم خدا رو شکر برای که به دردم خورد تمام سالا فروشش اینو، ولی یه جوری مثل کس میکردم اگه بیان گنجای منو باز کنم ببینن خالیه به بر میخوره. یا مثلا چیزایی که گرفته بودم برای ایران، برای ایران بود، برای من نبود. مثلا مادرم یه خونه داشت تو پاریس، مثلا براش تابلو فرستادم، تابلوهای خوبو نمیفرستادم. حتی یه خونه داشتیم سن ماریس، تابلو خوبو نمیفرستادم. و یادم اون روزی که یکی از این روزا یکی از این آقای درباریا گفت تو دفترم مینیاتور بگو اینا مال شماست، بگو نه بلکه الان خوشحالم که هست. و میدونین چیزی که خوبه، یه کتابی چاپ کردم به اسم عطر و بوی نیاوران و وقت چیزا هست اون تو برای ایران. برای که حالا آدم میدونی موقعی که شما مملکت تو میذاری میری، آب و خاک تو میذاری، ریشه تو میذاری، دوست تو میذاری، چیزای مادی دیگه ارزش نداره. ارزش نداره. و بایدم بگم اون موقع من تو اون محیطی که زندگی میکردم اصلا تو ببخشید تو مادیات نبودم، چون احتیاج داشتم به پول آب و برق و غذا. درسته درسته. بعد که آدم میفته تو زندگی داستان دیگه است. بعد نه پیش خودم میگم فرض کنید که چند تا آورده بودم اینجا یک سرم کلا میذاشه فلان. درسته. چه بهتر که اونجاست. کما که الان خیلی نکته جالب اینه که اشاره کردید شما به این، حالا یاد مرحوم حویدا افتادم، در همون مدرسه علوی که زندانی بود، مدرسه رفاه، من رفتم با ایشون صحبت کردم که تو روزنامه اطلاعات چاپ شد و ضمن صحبتایی که می‌کردیم به من گفت آخه ببین من وقتی نخست وزیر بودم احتیاج به پول نداشتم، برای اینکه شام و نهارم که نخست وزیری می‌خوردم، سفرم که می‌رفتم با هواپیمای دولتی، خرجم اگه یه وقت لازم بود می‌گفتم $1000 بهم بدین مثلا دو سوغاتی بخرم. که این مسئله رو دکتر مهدوی دامغانی خدا حفظش کنه در خاطراتی که از اسپانیا داشته که وابسته فرنگی بودی ذکر کرده که مرحوم ویدا پول نداشت پول کفش رو بده برای منشی نخست وزیری. ولی غلط نمید. بعد گفت آقا بعدم که گفتم من بازنشسته میشم، بالاخره که حقوق بازنشستگی و علا حضرت مراقب من است، من احتیاج ندارم برای که جمع بکنم.
ولی شما الان که مقایسه میکنید، طرف به محض اینکه دستش به یه جایی میرسه، همون روز اول، همون شب اول، فکر اینه که بچاپه بذاره کنار. و این واقعا نبود. یعنی رجال دوره پهلوی این همه بهشون حرفا بستن، در بیرون دیدیم در چه شرایطی 90% چون زندگی کردن، دروغ گفتن دیگه، خیلی دروغ. و اون لیست دروغ عرض که خارج کردن از ایران که تمام دروغ بود و تمام به ثروت علزت که چیزا گفتن، میگم چند میلیارد بود. اگه بود بنده اینجا نشستم. علی عزت رئیس جمهوری یمن، علی عبدالله صالح 34 سال رئیس جمهور بود تا به زور انقلاب مردم رفت کنه. سازمان ملل الان اطلاعات داده در عرض 34 سال 60 میلیارد دلار از پول این ملت گرسنه این دزدیده، خود و پسر و کس و کارش، و تو خارج بودن. خوشبختانه در مورد شما همین داستانه که میگفتن دود شد و رفت هوا. خودشون چقدر چندین سال، خب برای من خیلی از لحاظ روحی و مادی سخت بود و دنبال کردن، ولی خب باختن. بله. باختن که اونا که بند قدرتی نداشتن، اونا هم قدرت داشتن، مدرک داشتن، همه چی میتونستن. حتی مثلا یه جایی که باختن خونه مال سموریز رو، گفته بودن به وکیل ما صداشو در نیارین، یعنی خودشون ناراحت بودن. اتومبیل چی شدی؟ اتومبیل علازت داشت که اونا رو بس که چیکار کردن اتومبیل رو؟ بس که اونا رو دادن به ایران یا یه چیزی مرسدس بینید. بیرون داشتید اتومبیل؟ یه اتومبیلی بود مثل که فرستاده بودم برای مرمت، اونو مثل که پس دادن دنبال میکرد. ولی سلموریز رو نتونستن بگیرن؟ نه نتونستن جاشون بود. خب خدا رو شد حداقل نتونستن، چون لابد میرفتن سی آخوندی و یه بساطی که امروز شاهد آقای واعظ طبسی عنوان شاه خراسان رو دارن با فرزندانشون. و واقعا آدم نگاه میکنه میبینه چه داستان ها ساخته شد در مورد شما، فرزندانتون، پادشاه فقید، و سرانجام به هر حال حقیقت آشکار میشه. خیلی سرتون رو درد آوردم، ولی گفت تازه اولین پیاله است و مستی ها حالا در راه، و من که سیر نمیشم، ولی اجازه بدید شما رو هم خسته کردیم، در همینجا این گفتگو رو متوقف میکنیم. ولی گفتم براتون این تازه اول چپتر اولی بود، برای اینکه یه خود به قول موسیقی دانا دستمون گرم بشه و به قول خودمون زبان و دهان. سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. دست ما تنها و خالی، قلب